سلام بچه ها، چطورید؟ امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. من مشتبهام و اینجا مثل هلوه. امیدوارم که امروز علاوه بر 13 تون مشکلات و گرفتاریاتون هم به در کرده باشین و توی کامنت ها بهم بگین که شما 13 به در رفتین بیرون یا مثل من توی خونه این. بعد از مدت ها هممون منتظر این واقعه بزرگ بودیم، منتظر این پخش زنده بودیم. اینقدر این پخش زنده و مراسم مهم بود که یک ایران و بهتر بگم کل جهان منتظرش بودن و نشسته بودن داشتن نگاهش میکردن. این که یک اسطوره از ایران بیشتر داخل این مراسم حضور نداشت، باز میتونست دلیل باشه که ایرانی ها بشینن و این برنامه رو با حس غرور نگاه بکنن. به قدری باعث افتخار بود حضورشون توی این مراسم که از لحظه ورودشون توی این پخش زنده کلی کلیپ و میکس های خفن درست کردن و توی اینستاگرام گذاشتن و این اسطوره کسی نبود جز سحر قریشی که توی مراسم لایو 500 کایی چنل یوتیوب امیر تتلو حضور داشت و این لایو مهم رو با امیر تتلو برگزار کردن. در کنار این لایو و این مراسم مهم، قرعه کشی جام جهانی هم صورت گرفت. با این گروه بندی که تو جام جهانی مشخص شد و هم گروهی هامون که مشخص شد، بیشتر شبیه جنگ جهانیه تا جام جهانی. اگه اوکراین از پلی آف صعود کنه بیاد بالا که دیگه کلن جنگ جهانی و تمام مسائل جهان توی یک گروه جمع شدن، فقط جای اسرائیل خالیه. از لذت بخشترین و خفنترین صحنه های مراسم قرعه کشی جام جهانی حضور علی دایی توی این مراسم بود. وقتی که وارد شد تمام موهای بدنم سیخ شده بود و زیر لب آهنگ مراتیدن رو میخوندم که نگاه هیکل مرد و نگاه ابهت مرد و نگاه استیل گنگ و خط مینداز قلب و یحیی گل محمدی. بعد از دیدن این صحنه اعلام کرد که حالا که منو به قرعه کشی جام جهانی دعوت نمی‌کنین، توی چایاتون به جای گل محمدی گل خرزهره بریزین. اصلا من قهر. بچه‌ها شاید باورتون نشه، وقتی دو تا تیم گروه بی مشخص شده بودن، یعنی آمریکا و انگلیس، و قرعه سومین تیم به نام ایران افتاد، تمام بدن من لرزید. این لرزش واسه ترسیدن و این چیزا نبود اصلا. این لرزشی که به تن و بدنم افتاد واسه این بود که این بازی خیلی حیثیتیه و از همین پشت بوم به تمام بازیکنهای تیم ملی اعلام میکنم که این بازی باخت یا مساوی نداره، یا میبریم یا شهید میشیم. بعد از گروه بندی ایران واسه جام جهانی وزارت دفاع اعلام کرد که توی بازی با آمریکا و انگلیس بچه‌ها مصدوم نمیشن و جانباز میشن. بالاخره باید از جونمون مایه بذاریم واسه این بازی‌ها. و همچنین بعد این مراسم از لباس جدید تیم ملی هم رونمایی شد. البته اینو یادم رفت بگم، گروه بندی جام جهانی ایران با انگلیس و آمریکا اصلا دور از انتظار نبود و ما قبلا اینو توی گشت ارشاد پیش بینی کرده بودیم این نتیجه رو. خارجی‌ها فکر نکنن که فقط با فیلم‌های خودشون میتونن مسائل روز جهان رو پیش بینی کنن. بچا در حاشیه این مراسم هم یه اتفاق باحال افتاده بود که اسطوره‌هایی که دعوت شده بودن به مراسم قرعه کشی رفته بودن وقتی که علی دایی خواب بود بالا سرش و فیلم گرفته بودن و گفته بودن علی. اول ویدیو یادتونه که گفتم یحیی گل محمدی از این که علی دایی رو دعوت کردن و رفته تو قرعه کشی ناراحت شده. وقتی که علی دایی این خبر رو شنید، یه عکس سلفی با مهدی مهدوی‌کیا منتشر کرد و پایینش نوشت من و مهدی جون یهویی. بچه شاد باورتون نشه، من اطلاعات فوتبالیم زیر صفره و یک سال طول کشید تا این مطالب رو جمع کنم و واسه تون توی این ویدیو بگم. از فوتبال فقط یه کورنر و پاس و شوت و گل و اینا رو میدونم. حالا به نظرتون با توجه به اینکه با آمریکا و انگلیس توی گروه افتادیم، میتونیم از این گروه صعود کنیم یا نه؟ البته خیلی ها که من کامنت ها رو میدیدم میگفتن این گروه تقریبا گروه متعادل و بهتری بود. شما هم نظرتون تو کامنت ها بگید ببینم شانس صعود از این گروه رو داریم یا نه. خب بچه ها مرسی که میایین اینجا و از موثق ترین جا اخبار رو دنبال میکنید. امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه، موفق باشید و 13 به در بهتون خوش گذشته باشه. مراقب خودتون باشید تا ویدیوی بعدی. خدافظ. راستی اینو یادم رفت بهتون بگم بچه، دیشب هم مهدی طارمی داشته تا صبح محاسبه میکرد ببینه چند تا پنالتی میتونه از هری مگوایر بگیره.